درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه 5 خرداد ماه همراه ما باشید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد جمهوری اسلامی در سطحی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد که فقط کشورهای سازنده بمب به آن دست می‌یابند. او در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز اشاره کرد شرایط در ارتباط با تهران بسیار نگران کننده است، چرا که برنامه هسته‌ای این کشور بسیار پیچیده تر شده است. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران از مشاهده مواردی از ابتلا به عفونت قارچ سیاه در تهران خبر داد. او گفت هنوز به صورت رسمی موردی اعلام نشده، اما موارد تکی بوده که بیمار کرونایی بهبود پیدا کرده ولی به دلیل مصرف کورتون و دکزامتازون به عفونت قارچی یا هوی مایکوزین مبتلا شده است. همچنین ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت بنابر آمار بهشت زهرا تاکنون نزدیک 31,000 نفر در تهران بر اثر کرونا جان باختند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، انفجار در واحدهای پتروشیمی‌های دماوند و موبین واقع در اصلویه باعث مرگ یک کارگر و مصدوم شدن دو نفر دیگر شده است. این حادثه صبح امروز در محل خط لوله اکسیژن در این دو واحد پتروشیمی اتفاق افتاده است. عبدالنبی یوسفی فرماندار اصلویه این تلفات را تایید کرده است. منابع امنیتی میگویند که نیروهای عراقی فردی به نام قاسم مصلح از فرماندهان ارشد شبه نظامیان هشت شعبی را به اتهام مشارکت در چندین حمله از جمله حملات اخیر به پایگاه هوایی عین الاسد بازداشت کردند. دستگیری این فرد با استناد به قوانین مبارزه با تروریسم صورت گرفته، اما جزئیات بیشتری تاکنون در این باره منتشر نشده است. فیسبوک اعلام کرد به منظور کاهش نگرانی و استرس کاربران از میزان لایک گرفتن، از این هفته گزینه پنهان کردن تعداد لایک پست‌ها را در فیسبوک و اینستاگرام برای همه کاربران فعال خواهد کرد و آنها می توانند تعداد شمارش لایک های خود را در همه پست‌ها پنهان کنند. سفارت کانادا در کابل اعلام کرد تا سال 2024 سالانه 90 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. سفارت کانادا در کابل در صفحه رسمی توییتر خود نوشته افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای مورد حمایت کانادا است و از 2001 تا کنون بیش از 3.7 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.